سلام دوستان خوش اومدیم به این قسمت دیگر از هفته نامه های اکادمی گنج بریم سری به بازار بزنیم اوضاع فاندامنتال اوضاع تکنیکال و همچنین آنچه رو خیلی سری بررسی کنیم برای هفته پیش رو خیلی خوش اومدین دوستان مثل همیشه از فارکس فکتوری شروع کنیم و اخبار هفته پیش رو رو ببینیم به نظر میرسه که این هفته هفته مهمی خواهد بود به طور خاص برای دلار آمریکا و دلار کانادا از یه طرف روز سه شنبه سی پی آی رو داریم برای آم... کانادا اعلام خواهد شد در واقع نرخ تورم هستش که هفته... ماه گذشته کمی کمتر از انتظار بود سی پی سال به سال ببینیم که این ماه چطور خواهد بود به نظر میسه که پیش بینی ها این هست که ما کماکان کاهش رو خواهیم داشت در تورم سال به سال و تقریبا ثبات رو خواهیم داشت نسبت به ماه گذشته در تورم ماه به ماه ثبات وقتی میگم ماه گذشته نیم درصد افزایش بود در سی پی آی ماه به ماه و این ماه هم انتظار میره که نیم درصد افزایش باشه در تورم ماه به ماه. این افزایش یعنی که نسبت به ماه گذشته کماکان گرونتر شدن اون سبد کلی رو خواهیم داشت ولی خب ببینیم که چطور با انتظارات برخورد خواهد کرد اگر بیشتر از انتظارات باشه تورم ها مخصوصا مخصوصا تورم ماه به ما و مخصوصا تریم سی پی که جوی هم کور سی ورژن آمریکا هست خب میتونیم که یک این یکم نگران باشیم سر اینکه کانادا بخواد دوباره شروع بکنه به تصمیم گرفتن برای, برای افزایش نرخ بهره الان چند ماهی هستش که افزایشی پیدا نکرده نرخ بهره دلار کانادا ولی خب این احتمال وجود داره اما به نظر میرسه که اوضاع تورمی یکم داره بهتر میشه همچنین توی آمریکا همون روز روز سهشنبه ریتل سیلز, سیلز رو خواهیم داشت که داره ریتل سیلز شاید قبلا راجبش صحبت نکردیم اما چیزی که نشون میده اینه که چقدر خرید و فروش داره صورت میگیره در سطح ریتل در سطح خورد فروشی و خب همطور که میدونیم خرد فروشی قلب یک اقتصاد هستش و وقتی اقتصاد اوزاش خوبه این خیلی فروش ها صورت میگیره ماه گذشته نگاه ماه به ماهش رو اگر میدیدیم منفی یک درصد بود یعنی کاهش رو شاید بودیم اما پیش بینی میشه که این ماه مثبت 8 درصد و کمی برگشت رو ببینیم خود ریتل سیز یک کمی شاید نادقیق باشه کمی نویز داخلش باشه به خاطر اینکه توش به طور خاص ماشین های دست دوم هم هستن و خب قیمت اونها خیلی بالا پای میره برای همین به کور معمولا نگاه میشه کور ریتل سیز معمولا نگاه میشه که اون هم ماه گذشته منفی 8 درصد بود ولی این ماه مثبت نیم درصد رو براش پیش بینی میکنم برای دلار برای آمریکا و خب این میتونه که اتفاقات جالبی رو مثلا میگم روز سه شنبه برای جفت دلار آمریکا دلار کانادا به ارمقام بیاره همچنین روز چهارشنبه دلار استرالیا نرخ بهره اعلام خواهد کرد ببخشید نرخ بیکاری اعلام خواهد کرد که خب برای بچه های فارکس میتونه که جذاب باشه اما چیزی که برای همه شرکت های بازار احتمالا مهم خواهد بود روز جمعه خواهد بود روز آخر هفته که آقای پاول صحبت خواهد کرد احتمالا تاثیراتش رو توی بازار روز دوشنبه یعنی هفته آینده هفته بعدش ببینیم ولی خب چیزی هستش که قطعا بهش باید گوشه چشمی داشته باشیم یه نگاه سریع بندازیم به فارکس و بازارهامون ببینیم که از هفته ماه گذشت، هفته گذشته چه اتفاقی براش افتاد چند تا خط روند چندین ماهه داشتیم پوند به دلار آمریکا رو میدونم که اشاره کردم این خط روند یه سال و نیم نزدیک دو ساله رو با هم داشتیم دنبال میکردیم چند هفته و بالاخره این بالا دنبال تریدش گشتیم و پیداش کردیم و فعلا ریسک بریوارد خوبی به اون داده فعلا روی ریسک بریوارد یک به سه تقریبا هستش بخشی از ترید بسته شده بقیهش در انتظار هستیم ببینیم که تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد همچنین دلار نیوزیلند به دلار کانادا یک ریاکشنی به خط روند 6 هفت ماهه به اون طولانی نیست ولی خب روند نسبتا قویه 6 هفت بود که واکنشش رو اونجا هم دیدیم و همچنین فرانک سوئیس به دلار نیوزیلند وضعیت مشابهی داشت من ترجیح همیشه این هستش که در جهت روند بزرگتر ترید بکنم و خب اینجا میتونیم ببینیم که این اتفاق افتاد اما اگر دنبال ترید های کوچکتری هم هستین زیاد هست دلار آمریکا به دلار کانادا رو هم میتونیم ببینیم به نظر میاد که در 6 ماه اخیر در یک رنج گیر کرده و بعد از روش های ترید رنج استفاده بکنید نه ترید های روند طبیعتا متفاوت هست وضعیتش و ببینیم که این این هفته را چطور پشت سر خواهد گذاشت به نظر من روز سهشنبه خیلی روز حساسی خواهد بود و ممکنه که یک بازخورد جدی بتونیم ببینیم از این خط روند و بازگشت احتمالا به پایین رنج خیلی جای بازی نداره ولی خب فکر کنم برای اسکلپر خیلی خیلی جالب باشه در هفته پیش رو این وسط بخوایم نگاهیم به بیت کوین بندازیم بیت کوین روند نزولیش رو اینجا داره تیم میکنه کماکان و خب این چیزی بود که انتظار داشتیم من تریدی روی این روند شورت نداشتم تریدی که اینجا بود هفته گذشته گفتم که بسته شد اما روند نزولیش رو داره طی میکنه من کماکان منتظر چک تست کردن ناحیه پایین این کانال بزرگتر هستم و به نظرم نیاز داره که یک برگشت رو به اینجا ببینه اینکه آیا بعد از این باید بیشتر از این بیشتر انتظار ریزش داشت رو یک کمی بعید میدونم اما هرچی نزدیک تر بشیم طبیعتا با دقت بیشتری میتونیم که این تصمیم رو بگیریم بسیار عالی بریم سراغ خبرهای دیگه و اتفاقات دیگه در سطح بازارها منپول رو داریم نگاه میکنیم اوضاع منپول و شبکه بیت کوین خیلی بهتر شده میانگین هزینه تراکنش ها پایین اومده از داریم میبینیم که منپول کماکان پر هست کماکان تعداد تراکنش که اینجا وجود داره خیلی فرق. حجم تراکنش ها بگیم شاید دقیق تر باشه حجم تراکنش ها با یکی دو هفته پیش خیلی فرقی نکرده اما همونطور که از رنگ های اینجا میتونیم ببینید فی ها یا کارمز هایی که برای این تراکنش ها هستند وجود داره کم و کمتر شده و چیزی که ناحیه که الان خیلی زیاد هستش یعنی بیشتر تراکنش ها با هزینه بین 12 تا 15 ساتوشی به ازای هر وی بایت یا ویترال بایت دارن معامله میشن که خب نسبتا زیاد نسبت به شاید بشه گفت ماهای گذشته شاید زیاد هستش اما نسبت به ماه به یکی دو هفته گذشته خیلی خیلی اوضاع عوض شده و به نظر میاد که اوضاع خوبه کماکان هزار تا تراکنش تایید نشده توی صف هستن اما اگر میخواین تراکنشتون توی اولین یا دومین بلاک قرار بگیره اولین دومین بلاک پیش رو قرار بگیره نیازی خیلی عدد عجیب و غریبی صرف فی یا کارمز تراکنش بکنین. این رو هم میشه اینجا هم دید کاهش رو داشتیم در نرخ هزینه تراکنش ها کارمز تراکنش ها به ازای هر تراکنش به دلار رو اگر نگاه بکنیم خب ریزش قابل توجهی رو داشتیم میانه به عدد بالای 30 دلار رسیده بود که خب عدد بسیار بزرگی هستش ولی خب الان خیلی خیلی کمتر هستش و این خب برای شبکه طبیعتاً خوب هستش و انتظار هم همین بود من توی ویدیو قبلی هم گفتم و اگه نیدین حتما حتما ببینیم که اصلا داستان این اوردینال ها و اینا همین ها چی بوده ولی خب انتظار هم همین بود که خیلی زود این داستان تموم بشه اما از دید آنچین و قیمت ها اگر بخوایم نگاه بکنیم طبیعتاً با ریزش هایی که دو سه روز اخیر داشتیم بازگشت اسوپیار رو داریم به خط یک اما بازگشت اما سوال که میتونیم اینجا رو نگه داریم یا نه یک بار دیگه هم چند ماه گذشته بازگشت به زیر یک رو داشتیم در شورت هولدر اس پی بازگشت بوده یه هفته دو هفته ای بود اما برگشت انتظار دارم که این چیز چیزی مشابه این اتفاق تکرار بشه و یه یکی دو هفته ای اینجا ها باشیم قبل اینکه بخوایم دوباره قدرت رو پس بگیریم از طرفی لانگ ترم هولدر اس پی آر کماکان روند سودی سر جاش هستش و کاملا قابل اعتماد و اگر بخوایم به فاندینگ ریت هم نگاه بکنیم فاندینگ ریت خیلی چیز خاصی رو داره به همون نشون نمیده کمی فاندینگ ریت مثبت هست اما چیزی نیستش که بخواد ایمیدیتلی خیلی سریع به ما سیگنالی بده به هر یک از دو جهت اوپن اینترست هم اونقدر زیاد نیستش و خلاصه تریدی از این بابت نداریم خیلی از دوستان سوال کردن که آقا در مورد فاندینگ ریت و اوپن اینترست آموزش بذاریم آموزش ها طبیعتاً با توضیحات خیلی خیلی کامل توی دوره آنچین هست اما چون درخواست زیاد هست زمانی که پیج کانال یوتیوب به 3000 نفر برسه من قول میدم که آموزش کاملی در مورد این دوتا در کانال یوتیوب هم اضافه بکنم پس اگر دوست دارید آموزش رو ببینید حتما حتما به یوتیوب سابسکرایب کنید بسیار عالی در مورد موضوعات دیگه این هم ببینیم سی روز تا نرخ بهره بعدی آمریکا باقی مونده و به نظر میرسه که اغلب شرکت کننده های بازار رو در شده 5 درصد پیش بینی میکنن که نرخ بهره ثابت خواهد موند اگه نمیدونین چطور این حساب میشه ویدیو مرتبطش و متدولوژیش رو کامل توضیح دادیم ولی خب به نظر میرسه که افزایش نرخ بهره چیزی نیستش که کسی دیگه انتظارش رو داشته باشه حداقل توی آمریکا انتظاری که فعلا وجود داره بوده هست درصد شرکت کننده های بازار میگن که بعدی ثابت بعد نرخ بهره بعدی هم ثابت و بعد از اون کاهش رو ببینیم بعد از ماه سپتامبر اینم از پیش نرخ بهره برای آمریکا و خبری که این چند روز شد خیلی ها رو توجهش رو به خودش جلب کرد خروج و حداقل تصمیم به خروج بایننس از کانادا رو داریم اطلاعاتش میتونید کامل بخونید ولی خب داستانی که هست اتفاقی داره میفته اینه که سختگیری بیشتر و بیشتر روی قانون گو... از, طرف قانونگذارها روی صرافی ها باعث این میشه که خب خیلی از صرافی ها تا الانشان تصمیم گرفتن از کانادا برن و بیشتر از این هم رفت و این اجتناب ناپذیر بوده و هست اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا درسته این سختگیری که آیا واقعا با قانون گذارها بیان سخت سختگیری بکنن که به عنوان مثال اتفاقاتی مثل FTX تکرار FTX تکرار نشه نمیدونم من کسی نیستم که این وسط بخوام هیچ کدوم از طرف ها رو بگم درست میگن یا غلط میگن اما به شخصه دیدگاه خودم رو اگر بخوام بگم من ترجیم هستش که دنیایی رو ببینم و معتقدم دنیا این شکلی بهتر کار میکنه که بذاریم این پلتفرم ها و اینها وجود داشته باشند بله از توی دلشون FTX هم بیرون میاد کلاهبردارهایی هم بیرون میاد اما همین کلاهبرداری ها هستند که باعث میشه مردم قوی تر بشن و بدونن چرا اصلا دارن سرمایه گذاری میکنن روی کریپتو بدونن اصلا چی هستش که دارن روش سرمایه گذاری میکنن اتفاقی که برای FTX افتاد اگر یا برای خیلی از پلتفرم های دیگه افتاد در اون اوج زمستان کریپتو شاهدش بودیم کسانی که حواسشون به پولاشون بود میدونستن داشتن چه کار میکردن حواسشون به کریپتوشون و اصلا کریپتو یعنی چی هیچ ضربه این وسط ندیدن و خب درسته شاید یه ذره بیرحمانه میگم شاید به نظر بیاد اما به شخصه ترجیح همین هستش که معتقدم که آدما یا خودشون دنبال میکنن و چیزی رو یاد میگیرن یا باید از راه سختش یاد بگیرن اینکه ما بخوایم خطرات رو از همه دور کنیم صرفا باعث میشه که آدمها مانربلتر آسیب پذیرتر بشن و با اتفاقات این چنینی حتی بیشتر ضربه بخوان چون طبیعتا نمیشه جلوی همه چی گرفت همه چیز رو که نمیشه خوب کرد و بالاخره نیاز هستش که اون آموزش یه جایی اتفاق بیفته حالا یه سری باهوشتر هستن میان و شروع میکنن خودشون قبل از وقوع چی میگن قبل از وقوع فاجعه آموزش رو دیدن از راه های مختلف بعضی هم که وقت نمیخوان یاد بگیرن تنها راهش اینه که سرشون هم به سنگ بخوره امیدوارم که هیچکس کس جز گروه دوم نباشه و تلاشی که ما اینجا داریم میکنیم اینم این هستش که همه رو به گروه اول سوق بدیم ولی خب باز بر حال هیچ کس نمیتونه توی هیچ زمینه 100 درصد موفق باشیم به حال بای... رفتن بایننس رو هم داریم میبینیم تا آخر هم برنامهش هستش که از کانادا بره فکر نمی کنم تا اون موقع قرار باشه اتفاق بیفته که این موضوع رو تغییر بده در مورد آلترنتیف های صحبت خواهیم کرد من به شخص از بایننس استفاده میکردم برای اغلب کارهام ولی خب در مورد اینکه چه کارهای دیگه میتونیم بکنیم چه پلتفرم های دیگه هستش که جایگزین خوبی باشه سر فرصت و در جداگانه صحبت خواهیم کرد نظرتون رو واسه من بنویسین هم در مورد هفته نامه و هم در مورد اتفاقاتی که برای بایننس با افتاد شما چی فکر میکنین؟ آیا معتقد هستین که باید بذاریم با قوانین باید سختگیرانه تر باشن قوانین بیشتر رو ترجیح میدین یا قوانین کمتر ممنون از شما مراقب خودتون باشین در ویدیوی دیگر در هفته نامه دیگر میبینمتون فعلا خدا نگهدار.